موفقیت نیروهای هوابرد و گسترش واحدهای هوابرد ارتش‌های جهان در جنگ جهانی دوم چشمگیر است. این موضوع باعث می‌شود در آستانه دهه 30 خورشیدی تشکیل یک یگان هوابرد شامل افسران و سربازان چتر‌باز در دستور کار ارتش شاهنشاهی قرار بگیرد. پس از تأسیس این یگان توسط ستاد ارتش و ستاد نیروی هوایی ایران، اولین گروهان هوابرد ارتش شاهنشاهی که به تازگی از فرانسه فارغ التحصیل شدند، به جذب داوطلبانی برای یادگیری پرش با چتر می‌پردازد. یکی از این داوطلبان منوچهر خسروداد است. بنیانگذار هوابرد و کلاسبزا بوده که یکی از بخش‌های کیفی نیروهای مسلح ایران بوده و هست و مهمترین فرمانده هوانیروز در ایران بوده و نوسازی هوانیروز مدرن ایران در دوره خسروداد رخ داده. منوچهر زمستان سال 1306 به دنیا می آید. پدرش محمد علی خسروداد ارتشی است. روحیه پیشتازی از نوجوانی در منوچهر آشکار است. به دو ورزش اسکی و سوارکاری علاقه دارد. منوچهر در سال 1328 از دانشکده افسری فارغ التحصیل و با درجه ستوان دومی به خدمت ارتش در می آید. جذب جوانای ایران به دانشکده افسری در دوره حکومت شاه علتش این بود که شخص اول مملکت به ارتش اهمیت زیادی می داد و نظامی ها منزلت اجتماعی بالایی داشتند. خسروداد برای اولین گروهان هوابرد ارتش که جهت تربیت چتربازان تشکیل شده انتخاب می شود. با تکمیل این دوره آموزشی نشان چتربازی خود را دریافت می کند. سپس یک دوره چتربازی در فرانسه می گذراند. در سال 1340 منوچهر خسروداد به فرماندهی گردان چتر‌باز منصوب می شود. گردان هوابرد که خسروداد آن را فرماندهی می کند از واحدهای زبده ارتش ایران است و اغلب نیروهای آن جوانان با استعداد کشورند. خسروداد مشوق ادامه تحصیل بسیاری از این جوانان است. او علاوه بر ایجاد فرصتهای آموزشی مختلف برای پرسنل، خود نیز در این دوره ها شرکت می کند. در آمریکا دوره معلمی چتربازی پیاده نظام و مدرسه کماندویی را می‌گذراند. او علاوه بر فرانسه به زبان انگلیسی مسلط می‌شود. علوم و فنون رزمی را در انگلستان فرا می‌گیرد و دوره پیاده نظام کوهستانی و جنگ‌های کوهستانی را در کشور سوئیس می‌گذراند. در پیشگاه مبارک اعلی حضرت همایون شاهنشاه و اولیا حضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران با عرض گزارش سرکار سرگرد خسروداد فرمانده واحد نیروهای مخصوص و هوابرد عملیات نمایشی واحد مزبور آغاز می‌گردد. محل عملیات اردوگاه تابستانی نیروی چتر‌باز در مجاورت دریاچه سد کرج است. یکی از مسئولیت‌های خسروداد همراهی در امور آموزشی و نظارت بر کیفیت انجام آن است. My counterpart, Lieutenant Colonel Khosrowdad, the commander of the Iranian Special Forces Group, proved to be a good leader with a keen understanding of an advisor's problems. در برگزاری مانور مشترک صحرا با نیروهای هوابرد ارتش بریتانیا، آمادگی نیروهای هوابرد نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی مشخص می شود.
نیروهای ایرانی پا به پای یکی از قدیمی ترین و زبده ترین نیروهای کماندویی جهان در تمرینات نظامی شرکت می کنند. ارتش ها بدون مانور امکان تمرین جنگ ندارن. موقعی که جنگ ایران و عراق شروع شد معلوم شد که بعد از انقلاب موقع مانورها تعطیل شده بود چه آسیبی به ارتش ایران وارد شد. طی یک دهه گردان نیروی چتر‌باز به یک تیپ نیروهای ویژه هوابرد تبدیل شده که تیپ 23 نوح نام می گیرد. علاوه بر رویارویی با تهدیدهای احتمالی، نیروهای چتر‌باز در هنگام بروز بلایای طبیعی برای یاری مردم در نقش امدادرسان وارد عمل می شوند. در سالهای میانی دهه 40 تهدیدهای منطقه‌ای به ویژه از سوی عراق باعث می شود ایجاد هواپیمایی نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی در دستور کار قرار بگیرد. اون موقع اولین روزی که بود در حقیقت راننده هوایی عمرا بود. خسروداد آمد گفتش که این هوانیروز باید به صورت هوانیروز جنگنده در نه باربر عمرا، من باید اینو تغییر بدم. شاه با استفاده از تجارب آمریکا در جنگ ویتنام به تأسیس هواپیمایی نیروی زمینی روی می آورد. این نیرو بعدها به هوانیروز مشهور می شود. مقابله با تهدید احتمالی از سوی عراق از جمله دلایل ایجاد هوانیروز است. احضار شد تهران که چون قرار شده هوانیروز رو به حکم شاه ایران تغییراتی درش بدن، ایشون کاندیدا شدن برای به وجود آوردن هوانیروز. بعد از تأسیس توسعه هوانیروز خیلی زود در دستور کار قرار می گیرد و منوچهر خسروداد که به تازگی در آمریکا دوره‌ای برای خلبانی گذرانده برای فرماندهی انتخاب می شود. هوانیروز شمار زیادی خلبان، تکنیسیان و کارشناس فنی تربیت می کند و به تجهیزات پیشرفته مجهز می شود. اکنون شامل 5 گروه رزمی است که در کرمانشاه، مسجد سلیمان، کرمان و اصفهان مستقرند. شاه عراق رو تهدید اصلی میدید و عمده لشکرهای زمینی ایران، پایگاه نیرو هوایی ایران و پایگاه هوانیروز در مرزهای شمال غرب به جنوب غرب، یعنی مرزهای ایران و عراق مستقر شده بودند. با این عناصر ما تونستیم هوانیروز رو واقعا در کرمانشاه رزمی به وجود بیاریم. تیم آموزشی دوباره آمریکایی‌ها فرستادن. شاه هم خیلی دلش می‌خواست همیشه بهترین‌ها رو داشته باشیم ما از نظر نظامی. با درایت سرلشکر منوچهر خسروداد، هوانیروز شاهنشاهی به سرعت توسعه پیدا می کند و در سال 1357 773 فروند هلیکوپتر و بیش از 30 فروند هواپیمای بال ثابت دارد. ایران سومین هوانیروز قدرتمند جهان و دارای بزرگترین ناوگان هلیکوپتری آسیا است. با وقوع انقلاب و پس از اعلام بی‌طرفی ارتش در برنامه‌های رادیویی و روزنامه‌ها نام خسروداد بر سر زبان‌ها می‌افتد. خسروداد هنوز خود را سرباز ایران می‌داند. او قصد گریختن ندارد. او برای اعلام آمادگیش بر دفاع از ایران راهی دفتر رئیس ستاد ارتش می‌شود که حالا به دست انقلابیون افتاده. اما او را دستگیر می کنند و به مدرسه رفاه می برند، جایی که صادق خلخالی حاکم شرع قرار است محاکمه‌اش کند. نصیری بود و رحیمی بود و خسروداد بود و ناجی، چشماشون بسته بودن در میدون اعدام، یعنی در همون دبیرستان رفاه. یک نفری آمد، شاید از پیش آقای خمینی آمد، گفت که میشه باید اعدام بشن. این 4 نفر رو بردن بالا، یک نفر آمد احکامی که برای اینا صادر شده بود احکامشون خون.
آقای سرلشکر خسروداد فرمانده هوانیروز در دادگاه خلق محاکمه و محکوم به اعدام شدند که حکم بلافاصله در مورد ایشان اجرا می‌شود. سرلشکر منوچهر خسروداد فرمانده هوانیروز ارتش ایران در روز 26 بهمن 57 پیش از طلوع خورشید اعدام می شود. اشک تمساح می ریزند، نالشون بلند می شود که چرا خسروداد را کشتن، چرا نادر جهانبانی را کشتن. ما اینها را اعدام کردیم برای خاطر اینکه یک ملتی را به اسارت کشیده بودند. گسترش هوانیروز پس از اعدام خسروداد با لغو قراردادهای خرید هلیکوپترهای جدید و قطعات مورد نیاز متوقف شده است. با این حال در جنگ 8 ساله ایران و عراق هوانیروز همچنان می درخشد. کبراهای ایران که به عنوان یگان ضد تانک عمل می کردند، دلیل اصلی جلوگیری از پیشروی بیشتر ارتش عراق در ابتدای جنگ در دشت زاب و در جنوب بودند. خلبانانی که خسروداد پرورش داده است از اولین دقیقه تا آخرین لحظه جنگ در حال دفاع از کشور و پشتیبانی از نیروهای زمینی اند. نیرویی که خسروداد برای تأسیس و گسترش آن تلاش فراوان کرده بود، 2 سال بعد از تیرباران او در حراست از خاک ایران نقش کلیدی دارد و با همون آرمانی که تأسیس شد وظیفه ملی خود را انجام می‌دهد.